خوش اومدید به اولین برنامه از سلسله برنامه‌های صد زن، ویژه برنامه‌ای که از امشب تا چهارشنبه پرسش‌هایی درباره مسائل زنان مطرح می‌کنه. بی بی سی جهانی و بخش فارسی به این موضوع می‌پردازه که چرا زنان در مقایسه با مردان فرصت‌های کمتری دارند و مشکلاتی بیشتر. چطور می‌توان وضعیت زندگی اونها را بهتر کرد؟ ما بر روی موضوعاتی انگشت می‌گذاریم که از جهاتی کمتر درباره اونها گفته شده. میهمان من امشب در استودیو پگاه بنی هاشمی حقوقدان و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور و جراحی جنین. در اولین برنامه صد زن درباره بحث رحم اجاره یا رحم جایگزین در ایران و چند کشور دیگه صحبت می‌کنیم، اینکه نبود قانون روشن در ایران چه مشکلاتی پیش آورده و چند نمونه دیگر در دنیا چه راهکارهایی پیش گرفتن. و البته به مناسبت اولین شب برنامه‌های صد زن از دو هنرمند دعوت کردیم که اجرای اونها آمیخته مفهومی از رقص و نمایش برای بازتاب دشواری‌ها و امیدهای زنان. برای خیلی از زنان کابوسی بزرگتر از این نیست که نتونند مادری رو تجربه کنند، یک رابطه عاطفی بی همتا رو. مثلا به دلیل فقدان رحم، یائسگی زودرس، ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی، سقط‌های مکرر یا دلایل دیگه که امکان وضع حمل رو از فرد می‌گیره. سال‌هاست که علم و تکنولوژی این امکان رو در اختیار زوج‌های گذاشتن که به این دلایل نمیتونن بچه دار بشن. رحم جایگزین که به زن و مرد دیگری اجازه میده که اسپرم و تخمک خود رو در رحم نفر سوم بارور کنند. با اینکه بیش از 10 سال از مجاز شدن استفاده از رحم جایگزین در ایران میگذره، هنوز اونطور که باید نظارتی در این باره وجود نداره. حقوق اجاره کننده و صاحب رحم جایگزین و کودک به درستی روشن نیست و طرفین ماجرا ممکنه درگیر پیچیدگی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بشن که هیچ تصوری از اون نداشتن. مریم افشان گزارش میده. زن و شوهری می‌خواهند بچه دار شوند. زن به ده‌ها دلیل توانایی حمل جنین را در رحم خود ندارد، اما زنی دیگر می‌تواند رحم خود را در اختیار او بگذارد. تخمک و اسپرم زن و شوهر در رحم زن دیگری جای می‌گیرد و 9 ماه میزبان جنین آنها می‌شود. بعد از آن فرزند به دنیا آمده به پدر و مادر داده می‌شود. در ظاهر همه چیز ساده به نظر می رسد، ولی روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بسیار پیچیده‌ای پشت این ماجراست. قانون در مورد رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها نمی توان بابت اجاره رحم پول پرداخت، مانند بریتانیا، ولی در بعضی کشورها این کار قانونی است. در ایران نزدیک به 15 سال است که بستن این قرارداد و اجاره دادن رحم قانونی است. هرچند بین فقها از نظر شرعی اختلافاتی وجود دارد و قانونگذار هم قوانین مشخصی در این باره ندارد. کلا ما قانونی رو نداریم که این موارد رو پیش بینی کرده باشه که رحم اجاره‌ای چی هست و چجوری انجام میشه، طرفین چجوری باید به توافق برسن، حتی در مورد نحوه انجام این توافق که چی کار باید بکنن. قانون خاصی در این مورد متاسفانه وجود نداره، مراحلش رو پیش بینی نکرده، طرفین باید خودشون به توافق برسن. تنها قانونی که در این مورد داریم ما قانون مدنیه که میگه قراردادها قابل احترام هستن و الزام آور. در ایران در اکثر مواقع زنان به دلیل فقر تکه‌ای از بدنشان را به زن و شوهرهایی که امکان بچه دار شدن ندارند اجاره می‌دهند. قوانین انگلیس به این ترتیبه که اگر خانومی بخواد این کار را انجام بده باید کاملا از همه لحاظ خونش آزمایش بشه، بدنش تحت آزمایشات متعدد قرار بگیره که بدونن این کار رو میتونه انجام بده، چون میدونین اون خانم باید یا دارو بگیره، باید داروهای هورمونی بگیره که رحمش آماده بشه، یا توی نچرال سایکل میتونه، یعنی سایکل های طبیعی بذاره. بعد اینها مثلا HIV نباید داشت بشن، تمام این تستای بیماری عفونی رو میکنن قبلش از خانم، چون ممکنه یه سری بیماری هست که تو اگر به بچه بدی
مثلا اگه شما خود نکرده ایدز داشته باشین اون به بچه میگیره. در نتیجه تمام این آزمایش‌ها انجام میشه. بعد از لحاظ سایکولوژیکالی میان مادری رو که قراره این بچه رو حمل کنه نگاه میکنن، خانواده‌اش رو نگاه میکنن که ببینن چند تا بچه داره، چه جوری تحت استرس قرار میگیره یا نه. میدونین همه اینا به خاطر اینه که انسانیت میگه باید این خانم به زور این کارو نکنه، بلکه خودش بخواد بکنه. در ایران مراکز ناباروری هستند که زوجها می توانند تحت نظر آنها پروسه رحم اجاره‌ای و قرارداد را طی کنند. البته باید دو طرف در این قرارداد توافق داشته باشند. ولی نهاد خاصی که این قراردادها را تنظیم کنه و ناظر به این قراردادها باشه متاسفانه وجود نداره و همین باعث بروز یه مشکلات عدیده‌ای شده و الان بازار دلالا در این مورد واقعا داغه. یه کورسایی هست که قبل از اینکه برن این قبول کنن که ساروگیت بشن میتونن برن اون تو اون کورسا باید شرکت کنن که توی مثلا آخر هفته دو روزه که اینا بدونن دقیقاً چه حقوقی دارن و چه مسائلی رو باید فالو کنن، یعنی اجرا کنن. یعنی نمیتونن برن مشروب بخورن، سیگار بکشن، شب بیدار خوابیای متعدد داشته باشن. تمام این مسائل رو بچه اثر میذاره. مثلا شما یک کلینیکی دارین که میاد این کار رو برای یه خانومی میکنه، درسته؟ اون کلینیک حدود فکر کنم دو تا کتاب باید فقط فرم پر کنن تا بتونن به اون مسئله برسن. رحم جایگزین قراردادی یکی دو روزه نیست و حتی بیش از 9 ماه زمان میبرد، چه برای آزمایش‌های اولیه و چه حتی برای دوران شیردهی. در این مدت هزاران اتفاق ممکن است رخ دهد. زنی که جنین را حمل می کند ممکن است دچار درگیری های عاطفی عمیق شود و بخواهد کودک را برای خود نگه دارد. زن و شوهری که خواهان فرزند بودند ممکن است به دلیل اختلافات و یا دلایل دیگر از داشتن کودک منصرف شوند. ببینید اگر قراردادشون به صورت رسمی تنظیم شده باشه، با توجه به این که تو قانون مدنی ما گفته قراردادی که به صورت خصوصی بین اشخاص منعقد میشه، ماده 10 قانون مدنی گفته الزام آوره، خب طرفین میتونن این قرارداد رو به دادگاه ارائه بدن و اونجا حق و حقوقی رو که میخوان مطالبه کنن. منتها دادگاه ممکنه اصلا بر اساس این قرارداد هم نتونه فصل اختلاف بکنه، یه چیزایی باشه که اصلا تو توان دادگاه نباشه چون قانون خاصی در این مورد وجود نداره. وقتی صحبت از رحم جایگزین می کنیم، حرف از قراردادی می زنیم که شامل پیچیده ترین روابط انسانی بین دو طرف و بعد از آن کودکی می شود که با این قرارداد پا به دنیا خواهد گذاشت. یک طرف زنی است که شرایط جسمیش اجازه حمل جنین را به او نمی دهد و شاید تحت فشارهای اجتماعی سنتی برای مادر شدن به سراغ زن دیگری می رود. طرف دیگر زنی است که نقش مادر میانجی را بازی می کند. این زن دیگر در بسیاری موارد به دلیل فقر و حتی در مواردی به اجبار شوهر برای کسب درآمد رحمش را اجاره می دهد. برخی از حقوقدانها می گویند در کشوری مانند ایران که قانون سفت و سختی وجود ندارد، باید راهی پیدا کرد که سلامت جسمی این زن و سلامت روان او و دغدغه هایش در نظر گرفته شود و قانونگذار باید تلاش کند تا راه هر نوع سوء استفاده از او و زن دیگری که در انتظار کودکش هست را ببندد. گزارش بود از مریم افشنگ. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو با ماست و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور از هیوستن آمریکا. خانم بنی هاشمی، در گزارش مریم هم اشاره شد رحم جایگزین مجاز در ایران، ولی از نظر حقوقی و از سایر نظرها چقدر زمینه انجام چنین کاری فراهم هست و آمادگی وجود داره؟ بله، همونطور که توی گزارشتون هم اشاره شد، به اصطلاح بیش از سال 83 ما یک قانون 5 ماده‌ای رو مجلس تصویب کرده و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته تحت عنوان به اصطلاح اهداء نطفه. منتها این یک در واقع قوانین به صورت کامل نیست، فقط یک مختصری توضیح میده که چه زن و شوهرهای چه زوجینی مجاز هستن که در این کار در ایران این کار را انجام بدن، که به اصطلاح باید یک فرمی رو تایید شده از وزارت بهداشت دریافت کنن که اینها قادر به بچه دار شدن نیستن و یک گواهی رو هم از به اصطلاح دادگاه درخواست بکنن، دادگاه خانواده بهشون میده و این قسمتی هستش که مربوط به پدر مادری هست که در واقع خواستار داشتن بچه هستن.
منتها هیچ اداره یا نهادی یا مرکز خاص دیگه‌ای در انجام این امر، در طی انجام این امر در واقع وجود نداره که به این کار نظارت بکنه. صحیح، شما هم مسائل ایران رو در این زمینه بررسی میکنید و هم اینجا در بریتانیا. اگه بخواید یه مقدار مقایسه بکنید خیلی کوتاه، وضعیت در اینجا در بریتانیا چطوریه؟ در خصوص این موضوع باید بهتون بگم که اول ابتدا به ساکن به ذهن اینطور خطور پیدا میکنه که احتمالاً در بریتانیا خیلی ما قانون مدرنی داریم، ولی حتی اینجا مردم با یه سری مشکلاتی مواجه هستن. حتی سال 2015 یک کمپینی در این رابطه به راه افتاد، سال 2016 فقط گاورمنت یعنی دولت یک گایدنسی رو، یک دفترچه راهنمایی رو برای اشخاص منتشر کرد. اما همون قضیه که من میتونم بگم که در ایران حقوق مادر جایگزین یه مقداری در اقلیت قرار گرفته، اینجا دقیقاً به صورت افراطی حقوق مادر جایگزین خیلی خوب پیش بینی شده، ولی حقوق پدر مادر واقعی خیلی پیش بینی نشده. ابعاد حقوقی رو بیشتر باز بررسی می‌کنیم. آقای دکتر شمشیرساز، اگر شما بخواید نگاهی بکنید به آمریکا و مقایسه‌ای بکنید با اینجا بریتانیا و همینطور ایران، چی میشه گفت؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز بی بی سی فارسی. باید از نظر پزشکی وقتی بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم، باید بیایم ببینیم که اول مشکلات پزشکیش به چه صورتی هستش و کلن انجام این کار به این صورت هستش که تمام مجامع بین‌المللی بر این باور هستن که فقط در موارد پزشکی بهتر هست که این کار انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر یک زوجینی نتونن بچه دار بشن و این بچه دار شدن میتونه دلایل خاص داشته باشه، مثلا مادر میتونه رحم نداشته باشه یا میتونه مثلا تخمک نداشته باشه یا به صورت زودرس تخمکش نارس بشه یا در مواردی مادر از نظر جسمانی سلامت رو نداشته باشه که اصلا حاملگی رو بتونه ادامهش بده یا دچار سقط‌های مکرر بشه، در این موارد هستش که انجمن‌های بین‌المللی گفتن که امکان استفاده از رحم جایگزین امکان پذیر هستش. در مجموع افرادی رو که انتخاب میکنن برای این کار باید افرادی باشن که حداقل یه دونه زایمان طبیعی سالم رو داشته باشن. صحیح. در هر صورت اینها حتمی نیست، ولی حداقل باید یه زایمان طبیعی رو داشته باشن و از نظر سلامت هم این افراد باید سلامت کامل رو داشته باشن. یعنی قبل از اینکه میخواین کار انجام بدن یک سری آزمایشات عفونی بسیار کاملی انجام میشه روی این افراد، آزمایشات از نظر سلامت جسمانی روی این افراد انجام میشه و از نظر سایکولوژیک هم انجام میشه که مطمئن بشن که این افراد سالم باشن. برای ده هم این کار را در مجموع این کارها، یعنی تمام این گایدلاین هایی که در امریکا انجام میشه، در همین گایدلاین ها رو در انگلیس و همچنین گایدلاین ها در ایران هم انجام میشه. از نظر آمادگی های حقوقی مسائلی مثل مشاوره و غیر ذلک چقدر در آمریکا امکانات در اختیار افراد هست؟ حالا افراد میرن این کار رو بکنن، چقدر کمک میشه، همکاری صورت میگیره با اونها؟ افراد برای اینکه این کار رو انجام بدن بایستی که هر کدوم از طرفین، یعنی هم اون خانواده و هم فردی رو که به عنوان رحم جایگزین بخواهیم انتخاب کنیم، هر دوی این افراد باید وکیل خاص خودشون رو داشته باشن. قبل از این کار باید حتما هر دوی این افراد از نظر روانشناسی و روانپزشکی مورد بررسی قرار بگیرن و حتما باید با متخصص زنان زایمان و افرادی که در این قسمت تبحر خاص داشته باشن بررسی بشه. ولی بعد تمام این کارها رو هم دانشگاه‌ها یا اون مرکزی که این کار رو انجام میده رو به صورت روتین برای این افراد انجام میده. گفتگو رو ادامه میدیم، ولی قبل از اون اجازه بدید که از تجربه یکی از بیننده‌ها بشنویم که در این زمینه خودش تجربه داشته و با ما صحبت کرده. من یکی از نزدیکان خودم هستن که دوبار این کار رو انجام داده. بار اول انجام داد، به امید خدا هیچ مشکلی نبود، بچه به دنیا اومد، ولی برای بار دوم جنین، قلب جنین تشکیل نشد، طرف مقابل به قراردادش عمل نکرد، مجبور شد بره بیمارستان سری قرص و آمپول و آزمایش برای اینکه بتونن جنین رو سقطش کنن، نشد. رفتن برای کورتاژ با هزینه شخصی خودشون که در واقع تو قرارداد جز هر اتفاقی که بیفته چه شک بیسه، این را همش باید به عهده طرف مقابل باشه که انجام ندادن، رها کردن. تو اون مرحله وقتی که کورتاژ انجام شد، دکتر فردا اومد اعلام کرد که دیگه این خانم نمیتونه بچه دارشن. ما هم رفتیم مشاوره دادگاه سمت منطقه خودمون، چون قرارداد محضری بود،
برگشت گفت شما تا بخواید بدوید دنبله بهت بیاید دیگه براتون هیچ ارزشی نداره چون چیزی به دست نمیاری. ما گفت فقط یه هزینه کورتاژو بده برگشت مهم نیست، حالا بنده خدا که نمیتونه بچه دارشه اینا بماند خودش میدونه خدای خودش، ولی این هزینه کورتاژ هم نتونستم بگیرن از این. گفت شما تا این چیز کنید آقا دستتون به جایی نمیرسه، چون کسی تا حالا تا توی این مورد ما چیزی نداشتیم که بخواد کسی پیگیری کنه، وید خورتون چیز کنید تمامش کنید بره. این جوابی بود که مشاور دادگاه به ما داد. تجربه خیلی تلخی بود. دو تا بود داشت، یکیش بود حقوقی بود و یکیش هم بود پزشکی. اجازه بده که اول بود پزشکی ماجرا رو از آقای دکتر شمشیرساز بپرسم. آقای دکتر، این بیننده یا شنونده میگفتند که خانمی دو بار چنین تجربه‌ای داشته، دفعه دوم چنین سرنوشتی. فردی که رحم خودش رو اجاره میده از نظر پزشکی آیا باید پیامدهای رو قبول بکنه؟ در مجموع افرادی که این کار رو انجام میدن همچی گفتم افراد جوان و سالمی هستن، ولی در هر صورت هر حاملگی امکان داره که یک سری خطرات خاص خودش رو داشته باشه که از جمله میتونه همینطوری که بیننده عزیز گفتن مثلا دچار همین مشکلات شده باشه. بیشتر سوال من اینه که فرقی داره با حاملگی های طبیعی؟ میتونه خطرناکتر و پیچیده تر باشه؟ با حاملگی های طبیعی هیچ فرقی از نظر خطر نداره، هر دوشون در یک سطحه. صحیح. خانم بنی هاشمی، حق و حقوق افراد چطور تعیین میشه؟ ما خب در شرایط عادی پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، ولی اینجا فرد دیگری هم دخیل هست. بله. خوشبختانه در ایران مشهور فقها این به اصطلاح مادر جایگزین رو پذیرفتن. در نتیجه اینه که در حقیقت فرزندی که از این راه به دنیا میاد فرزند مشروع هستش و تمام حق و حقوقی که یه فرزند دیگه میتونه به صورت عادی از مادر به دنیا بیاد رو داراست، از قبیل مثلا ارث و بقیه نفقه و تمام این حقوق رو در حقیقت فرزندی که از مادر جایگزین به دنیا میاد داره. منتها زنی که مادر جایگزین هستش این حقوق رو نداره، یعنی فرزند تمام حقوق رو به صورت کامل داراست، ولی مادری که این بچه رو به دنیا میاد حق ارث نداره و حق رابطه حقوقی در حقیقت با اون زن و شوهر پیدا نمی کنه. حقی که داره فقط میتونه در محتوای یک قرارداد براش به وجود بیاد، یعنی اونم به این صورت هستش که اگر قراردادی وجود داشته باشه. حالا مثلا در گزارش شما اشاره شد که بله، با استناد به قانون دهه مدنی اشخاص خصوصی میتونن قراردادهایی رو بنویسن، ولی اینکه این قراردادها چقدر بتونه حامی اون مادر جایگزین باشه یا چقدر حامی پدر مادر واقعی طفل باشه، اینا همش برمیگرده به اینکه اون قرارداد چطور تنظیم شده و در مرحله دوم چه ضمانت اجرایی هست برای اینکه این قرارداد چطور اجرا بشه. اتفاقا در همین زمینه هم ما گزارشی داریم. بعضی‌ها معتقدند که بدون دریافت هیچ مبلغی و بدون قرارداد باید به خانواده‌هایی که نمیتونن فرزند داشته باشن کمک بکنن، زنانی که این کار رو خدمت به اجتماع میدونن. کانادا از جمله کشورهایی که در اون دستمزدی برای رحم جایگزین پرداخت نمیشه و تنها خرج زندگی در 9 ماه بارداری پرداخت میشه. مراکزی برای حمایت روانی از این زنان در کانادا وجود داره که این زنان رو دور همدیگه جمع میکنه تا تجربه های خودشون رو در اختیار یکدیگر قرار بدن. سری بزنیم به یکی از این مراکز. امروز حدود 50 تا 60 نفر اینجا میان که بدنشون مهمون جنین دیگرانه. ما این جلسات رو هر چند ماه یک بار در سراسر کانادا برگزار میکنیم. این فرصتی برای زناست که بیان و با هم آشنا بشن. اینجا برای ما محیط مقدسیه. اجاره دادن رحم میتونه بسیار سخت باشه. مهمترین چیز در اینجا احترام گذاشتن به زن هست. قرض دادن رحم در کانادا یک کار بشر دوستانه است. زنهای حامله برای این کار پولی دریافت نمی کنن. موجر یا مستاجری در این کار وجود نداره. یک ارتباط و تعهد میان دو گروه که باعث شکل گرفتن خانواده میشه. I see a lot of American surrogates. They're, you know, they get paid.
تو آمریکا زنان رحمشون رو اجاره میدن و مبلغی بین 60 تا 120 هزار دلار بابتش دریافت میکنن. اما تو کانادا ما این کارو نمیکنیم. ما ماشین تولید بچه نیستیم. ارزشش هم تو همینه. من توی شهر خیلی کوچیک زندگی میکنم و به خاطر این کارم نظرات منفی زیادی شنیدم. بهم میگن تو چطور میتونی بچه رو بدی بره؟ با بچه های خودت چی کار میکنی؟ تو داری خودت و خانوادت رو نابود میکنی. این فقط 9 ماهه. این اولین باریه که من رحمم رو اجاره میدم. دارم همه تلاشم رو میکنم که به بچه زیاد وابسته نشم که در نهایت دل کندن ازش واسم سخت بشه. تنها نگرانی من از احساسات خودمه بعد از به دنیا آوردن بچه. دارم از خودم مراقبت میکنم. من یه پدر مجرد رو انتخاب کردم. این برای من خیلی مهم بود چون مردها راهی برای بچه دار شدن ندارند. به عنوان یک زن این کار به من قدرت میده که میتونم برای خودم تصمیم بگیرم. دلیل لذت بردن من از اجاره رحم اینه که من با این کار میتونم به کسایی که برای مدت‌های زیادی آرزوی داشتن چیزی رو داشتن کمک کنم که به دستش بیارن. به خودم افتخار میکنم. خیلی خوشحالم که میتونم این بچه رو واسه کسی به دنیا بیارم. یه دختر به دنیا آوردم و تونستم یه خانواده بسازم. بچه من نیست، بچه یه خانواده دیگه است. گفتگو رو ادامه میدیم با میهمانهای برنامه پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز. آقای دکتر شمشیرساز، از این جهت این سوال رو میپرسم که میگن جامعه آمریکا جامعه محافظه‌کار، در مجموع یک جامعه مذهبی به حساب میاد. موضوعاتی مثل مشروع نامشروع بودن، مثل ازدواج همجنسگراها، همه با این موضوع پیوند پیدا میکنه. تا چه اندازه زمینه اجتماعیش در آمریکا هست؟ چقدر پذیرفته میشه چنین موضوعی؟ والا سوال بسیار خوبی است. بستگی داره که اولا در کدوم قسمت امریکا زندگی کنید، چون که ایالت با ایالت متفاوته. در اینجا بیشتر ایالت‌های جنوبی خیلی محافظه‌کار هستن. هنوز هم در منطقه که ما داریم کار میکنیم، خب خیلی از زوجین هستن که فکر میکنن این کار درست نیست و نظر اجتماعی انجام نمیدن. ولی در هر صورت باید هر کدوم از اینها رو به قول معروف ما بهشون میگیم ایندیویدوالایز باید بکنیم، یعنی هر کدوم از اینها باید به فرد نگاه کنیم و ببینیم کار رو بخون انجام بدن یا نه. در صورت بعضی از خانواده ها براشون پذیرا نیست این کار. در مورد خود افراد چه؟ شما تصور بکنید که فردی به این شکل به دنیا بیاد، خیلی زود بچه ها بزرگ میشن. این فرد چه احساس تعلقی میتونه بکنه؟ کدوم یکی از این افراد رو میتونه به عنوان مادر یا والدین خودش بپذیره؟ بلا نظر علمی اگه من بخواهم این رو بحثش بکنم، اطلاعات کمی در دسترس هست، چون به خاطر اینکه تعداد این بچه تعداد زیادی نیست. ولی همون اطلاعاتی که ما داریم و همون مطالعاتی که انجام شده، این بچه ها از نظر رشد و نظر تکاملی هیچ تفاوتی با بچه های خانواده های دیگه ندارن. از نظر ژنتیک چی؟ ببینید از نظر ژنتیک خب باز هم مشکل ندارن، چون که اکثر موارد ژنتیکشون دقیقا ژنتیک مادر پدره. یعنی در اکثر موارد شما تخمک رو از مادر میگیرید و اسپرم رو از پدر، و بعد از اینکه لقاح میکنید و جنین تشکیل میشه اون رو وارد رحم جایگزین میکنید. دانش از نظر ژنتیکی کاملا در اکثر موارد متشابه مادر پدر خودشون هست. و اینی که خب از خون فردی دیگری تغذیه میکنن که مادر جایگزین باشه، این آیا تفاوتی در قضیه ایجاد میکنه؟ هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. و جالبتر هم باید بدونید که اکثر افرادی که به عنوان رحم جایگزین انتخاب میشن افراد جوانی هستند. در نتیجه نسبت به مادر پدر خودشون رحم های مناسب تری هستش در مجموع. خانم بنی هاشمی، اشاره شد که در ایران کاستی های وجود داره، مشکلاتی هست، ولی واقعا از نظر حقوقی تا چه اندازه میشه گفت که افراد بهشون اطلاع داده میشه، میدونن که چی کار باید بکنند؟
راستش من باید بگم که متاسفانه فکر میکنم اطلاعات زیادی احتمالاً آدما ندارن، به خاطر اینکه همطور که آقای دکتر بهتر میدونن در آمریکا به طور مثال معمولاً وکلا و مراکز درمانی در این کار دخیل هستن. خب این خیلی کمک میکنه به دانش افراد و آدمایی که میخوان این کار رو انجام بدن، ولی زمانی که این موضوع برمیگرده بین سه نفر، در واقع یه مثلث پدر مادر و یک مادر جایگزین، این دیگه بستگی داره به اینکه اون افراد از چه طبقه‌ای میان، چقدر آدمای دارای تحصیلات هستن یا نیستن، که معمولا هم شما نگاه بکنید متاسفانه در جوامع در حال توسعه مثل مثلا ایران یا هند یا جاهای این چنینی، افرادی که از طبقه محروم جامعه هستن معمولا انتخاب میشن برای اینکه مادر جایگزین باشن. در نتیجه اینکه چقدر اونها به حقوق خودشون اشراف داشته باشن، من یه مقداری شک دارم. به علاوه به اینکه مثلا در هند الان یه مرکزی باز شده که خیلی کوتاه بگم، اولین کاری که میکنه این هستش که اگر مادر برای این کار، مادر جایگزین، پولی رو دریافت میکنه، مستقیما این پول رو به حساب خود مادر میریزن، خود مادر جایگزین. برای اینکه ما توی ایران مواردی رو داریم که معمولا شوهر مادر جایگزین این پول رو برمیداره و اینجا زن به عنوان مادر جایگزین یک قربانی محسوب میشه، یعنی این کار انجام میده ولی ممکنه حتی منفعتی هم از این کار نبره. شما قوانین اینجا رو و ایران رو مطالعه کردید کم و بیش در این زمینه، های دکتر هم توضیح از وضعیت در آمریکا دادن. حقوق معمولا خیلی وقتها مسائل عاطفی رو چندان در نظر نمیگیره، میخواد به حق افراد توجه بشه، ولی کدوم یکی از این کشورها به نظر شما مسائل عاطفی رو بیشتر در نظر میگیره؟ از اونجایی که من میدونم در کشور بریتانیا تقریبا بیشتر حق رو میدن از نظر عاطفی به مادر جایگزین. علتش هم این هستش که اول از همه باید بگم که توی بریتانیا شما نمیتونید برای این کار هیچ پولی دریافت بکنید، این صرفا یک کار بشر دوستانه است. یه سری کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان که اصلا خیال خودشون رو راحت کردن، اصلا بحث مادر جایگزین رو ندارن، این براشون غیر قانونی هستش. ولی در انگلستان به همین دلیل مسائل عاطفی تمام حقوق رو واگذار کردن به مادر جایگزین و تا زمانی که بچه به دنیا بیاد، بعد از به دنیا اومدن بچه، مادر جایگزین اگر یک به اصطلاح ورقه رو امضا بکنه و اینو به پدر مادر اصلی بده، حق خودش رو میگذره و این حق رو برمیگردونه به پدر مادر اصلی. و الا حتی در بریتانیا مادر جایگزین قادر هستش که بچه رو برای تمام عمر نگه داره و این خب معلوم نشون میده که به بحث مسائل عاطفی در این زمینه در خصوص مادر جایگزین خیلی اهمیت داده میشه. در ایران قطعا مادر جایگزینی همچین حقی رو نداره و بلافاصله باید به اصطلاح بچه رو تحویل پدر مادر بده. منتها موضوعی هم هستش که وقتی به دنیا میاد تو بیمارستان اون زن بستری میشه، معمولا نوزادان به نام مادری که بچه رو به دنیا میاره به دنیا میان و بعدن اونجا ما یه سری مشکلاتی داریم، آدمایی که این کاری کردن مشکلاتی داشتن که اون وقت چطور میشه برای این بچه شناسنامه گرفت. همین موضوعات که شما اشاره کردید پیچیدگیش وقتی بیشتر میشه که یک زوج همجنسگرا هم پاش در میون باشه. آقای دکتر شمشیرساز، در آمریکا چطور این موضوع باهاش برخورد میشه؟ بیشتر منظور من اینه که در جامعه‌ای که مثل آمریکا که رسانه‌ها تعدادشون زیاده، آیا به اندازه کافی به نظر شما اطلاع رسانی میشه؟ در جامعه پزشکی اطلاع رسانی میشه و این کار اجازه هست که افراد انجام بدن و جوامع پزشکی و کمیته‌های مختلف اینو مورد تایید قرار دادن، ولی باز هم در هر صورت از نظر کل جامعه آیا پذیرا هستش یا نیست باز هم متفاوته در قسمت مختلف آمریکا. متشکرم از دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور و جراحی جنین از هیوستن تگزاس با ما و همینطور اینجا در استودیو پگاه بنی هاشمی حقوق داد. در این پنج شب قرار زنان موفق ایرانی در رشته‌های مختلف رو هم معرفی کنیم. این زنان در کمتر از 2 دقیقه از خودشون میگن و از اینکه چطور در کار خودشون موفق شدند. امشب با مونا ورنون آشنا میشیم. خانم ورنون یکی از مدیران ارشد فناوری بخش تحقیقات بنیاد تامسون رویترز. او مسئولیت هدایت و مدیریت پژوهشگاه‌های تکنولوژی تامسون رویترز رو در سراسر جهان بر عهده داره. هوش مصنوعی به نظر ترسناک میاد برای اینکه الان خیلی جدیده، اما من باورم میشه که کمک میکنه آدم بهتر کارش رو بکنن و اگه آدم دیزاین خوبه هوش مصنوعی بکنه میتونه
مردم بیشتر بسشون کار بسازن و بهتر بهشون قدرت بده، مثل قدرت سوپر هیرو. من پدرم همیشه بهم میگفت که هرچی دلم میخواد میتونم بکنم. فکرشو نکردم آیا زنم، ایرانیم. واسه من همیشه اول مهندس فکر میکردم بودم، بعدش پدر مادرم خیلی پشتمو گرفته بودن و میگفتن اگه دوست داری میتونی بکنی. من الان یه مادر تنها هستم با دو تا بچه کوچیک و یه کار خیلی مهمی دارم توی شرکتم و واسه من اولین چیزی که مهمه اینه که شرکتم میدونه که من یه زندگی دارم و یه کار دارم و میتونم هر دوتا رو با همدیگه بکنم. و دوباره واسه من مهمه که حرفشو بزنم که من یه مادر تنها هستم، که دخترهای دیگه بدونن که این یه چیزی نیستش که آدم باید ازش ناراحت باشه یا بترسه. همه میتونن کاری که دوست دارن داشته باشن. باید دورور ما دنیا قبول کنه که هممون فرق میکنیم و کار به این مهمی که من دارم میشه آدم بکنه و بودن یه مادر. در پایان برنامه یادآوری میکنم که در وبسایت ما هم مطالب متنوعی مرتبط با فصل صد زن در دسترس هست و برنامه فردای هشتگ شما هم در همین زمینه است. در اینجا از شما دعوت میکنم که بیننده یک نمایش کوتاه مفهومی در رابطه با موضوع برنامه باشید. تلاش زنان برای برابری و به رسمیت شناخته شدن قابلیت های اونها. خانم ها آقایون، برنامه رو با اجرای شرل پرینس و شارلوت سلیتر از تئاتر سیمیا به پایان میبریم.